گرانی باز هم بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در راه است. خبرگزاری دولتی میر در روز 16 فروردین متن نهایی مصوبه هفت ماده‌ای دولت برای تداوم گرانتر کردن حامل های انرژی را منتشر کرد. در این مصوبه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی شده ولی هنوز اجرایی نشده است. گویا رسانه ها هنوز نتوانستند افکار عمومی را به طور کامل آماده کنند تا افزایش بنزین لیتری 400 تومان کنونی به بالای 1000 تومان را بپذیرند. قبل از انتشار این مصوبه، افزایش قیمت بلیت های قطار و اتوبوس و کرایه کامیون هم اعلام گردید. گران کردن بنزین و گازوئیل که سوخت اصلی حمل و نقل عمومی و خصوصی است، به دنبال امواجی از گرانی می آید که دولت از سال گذشته آن را شروع کرد. اوایل سال گذشته دولت هزینه انشاء به کنتور برق را دو برابر کرد و کنتور 25 آمپر تکفاز از 200 هزار تومان به 860 هزار تومان رسید. پس از افزایش 24 درصدی قیمت برق و 20 درصدی قیمت آب در اسفند 92 از ابتدای فروردین ماه سال جاری باهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی هم حدود 20 درصد توسط دولت افزایش یافت. علاوه بر این هیئت دولت با صدور مصوبه قیمت سه فراورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع LPG را هم از ابتدای فروردین ماه 93 افزایش داد. در این بین گاز مایع بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوری که بهای هر کیلوگرم گاز مایع با افزایش بیش از دو برابری روبرو شده است از این رو قیمت گاز مایع از 100 تومان سال گذشته به یک باره به ده تومان از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است گرانی حاملهای انرژی به طور طبیعی گرانی بسیاری از کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را به دنبال خواهد داشت. همکنون رسانه های رسمی بحث افزایش قیمت نان و آرد را نیز مطرح کردیاند. در این میان اقلام غذایی نان ارزانترین کالای مصرفی تلقی می شود به طوری که امکان جایگزین کردن آن با یک کالای غذایی ارزانتر وجود ندارد. در حالی که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 608900 تومان تعیین شده که سه برابر زیر خط فقر می باشد این گرانی ها نیز بار سنگینتری را بر دوش طبقه کارگر و مزد بگیران و صاحبان حقوق های نازل خواهد گذاشت در نتیجه خانواده هایی که در زیر خط فقر زندگی می کنند حتی بیشتر از گذشته فقیر شده و در تأمین غذا آموزش و بهداشت ناتوانتر خواهند شد. در ضمن این گرانی ها هم قدرت خرید کارگران بیکار که از طریق یاران زندگی می کنند را بیشتر از گذشته خواهد بلید. به این ترتیب همانطوری که دولت و سرمایه داران انتظار دارند، کارگران بیکار ناچار خواهند شد نیروی کار خود را به کمترین قیمت ممکن در بازار عرضه کنند. خانواده کارگران شاغل هم ناچار خواهند شد آخرین اعضای خانواده را به بازار کار روانه کنند و یا خود کارگر شاغل در جستجوی پیدا کردن شغل دوم نیز براید و برای تأمین هزینه بخور و نمیر رنج بیشتری متحمل شود. روحانی در دوری انتخابات به صاحبان سرمایه در بخش خصوصی قول داد که سیاستها و اقدامات دولت در جهت تقویت آنان خواهد بود. دولت او از همان ابتدای کار دست به اقداماتی در این مسیر زد. نخستین اقدام برای تقویت صاحبان سرمایه تأمین نیروی کار فراوانتر، ارزانتر و متیتر برای سرمایه گذاران است تا از طریق استثمار شدیدتر کارگران ثروت بیندوزند و لاجرم بر قدرت اجتماعی و سیاسیشان افزوده شود در کنار این امر دولت دهم یک شرکت بزرگ دولتی را در لایحه بودجه گنجانده تا تحت عنوان خصوصی سازی آن را به اصطلاح به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید این شرکت ها هم طبعا اموال عمومی هستند و وقتی دولت آنها را به تاراج داد و از درآمد حاصل از آنها محروم گردید برای تأمین بودجه خود از میزان خدمتگذاری های دولتی و بیمه های اجتماعی و درمانی خواهد کاست. رژیم اجرای این سیاست را راه نجات خود از بحران اقتصادی کنونی می داند و عملی کردن آن هم جز با حمله بیشتر به سطح معیشت مردم توهیدست و کم درآمد و تشدید استثمار کارگران ممکن نخواهد بود. نباید گذاشت که جمهوری اسلامی با روشهای فریبکارانه و به تدریج این وضعیت را عادی جلوه دهد و تحمیل موج جدید گرانی به مردم را بدون سر و صدا از سر بگذراند. این سطح از گرانی و این سطح از فقر دیگر برای کارگران و توده میلیونی مردم قابل تحمل نیست و دیر زود کاسه صبر آنان لبریز خواهد شد و برای نجات خود و فرزندانشان از فلاکت موجود مبارزات خود را گسترش خواهند داد. در شرایط کنونی مبارزه کارگران برای کسب دستمزدی متناسب با تأمین نیازمندی‌های های اساسی یک خانواده چهار نفره و افزایش آن به تناسب نرخ تورم واقعی و خواست تأمین بیمه بیکاری مکفی برای کارگران بیکار یک مطالبه حیاتی برای جلوگیری از تباهی جسمی و روحی کارگران و مقابله با اجرای سیاست ریاضت اقتصادیه regime asked.